با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. یه مثالی هست، یه همه چیز را همگان دانند و بعدم سخت بین معتقدم و سخت به تقسیم کار هم معتقدم، اما بعضی ها در محیط های بزرگ میشن که رفتارها و گفتارهاش و کردارهاشون با اون محیط هماهنگ، با اون محیط آشناس، با این محیط از اون محیط میبینه، از اون دیدگاه میبینه، با اون عینک میبینه. من روی بحث اقتصاد که صحبت کردم گفتم صحبت خواهم کرد، من نظر خودم رو میگم، راهکار هم میدم. من شاید اونا خیلی بهتر از من بدونم، من نمیدونم، بعید نیست. دنیا دنیای هوش مصنوعی است، دنیای علم، دنیای آیتی و خیلی مسائل دیگه، دنیای تجربه است. ولی در این دنیای وانفسا خیلی 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 کم هستن، نگه نیستن، اصلا آدمایی که بخوان از خودشون، از مالشون، از آبروشون و از آیندهشون مایه بذارن. اما ما بگیم که انشاءالله گربه است و قطعا همینطوره. بین شاهزاده عزیز، ما باید حواسون باشه که در این شرایط بحرانی، در این شرایطی که هست برای ایجاد کردن تو کشور، از این چاله تو چاه نیفتیم. من ببینید، ما مشکلی که الان داریم در حال حاضر که شما بهش اشاره کردید، مشکل معیشت مردم هست. یعنی چی؟ یعنی ما نیاز مبرم به کالاهای اساسی برای کشور داریم، در این شکی نیست. کالای اساسی رو کی به ما میده؟ کسایی میدن، کشورهایی میدن که دستان کار باشن. اگر فردی بخواد بیاد از اون کشور بگیره بده، قطعا منافعی میخواد، میخواد منافعی ببره و خیلی مسئله دیگه. من پیشنهادم اینجاست که شما وقتی که به قدرت برسید، حالا قدرت رسیدن شما چند راه داره که من کار ندارم کدوم راهش اتفاق میفته. فرض کن شما اومدید امروز سر کار و رفراندوم شد تو کشور و شما اومدید و فعلا مستر امور دستون گرفتید و مشغول به کار شدید، اما با چه بکنید؟ دو راه خیلی ساده و راحت در خدمت شماست با توجه به اعتباری که از رأی که به دست آوردید دارید. شما میدونید که در کشور بحران نان هست، بحران گوشت هست، بحران همه چی هست و بیشتر مواد غذایی تقلبی است، بیشتر مواد غذایی دارویی است، بیشتر مواد غذایی خلاصه غیر ارگانیکه و اصلا متاسفانه مضرات بیشتر از فوایدش هست. شما اولین کاری که میکنید، که این کار قطعا خواهید کرد، ما کار به هیچ کشوری نداریم، به هیچ فردی نداریم، هیچ شرکت نداریم، اونا باید بیان بعد از این بیان به شما برنامه ارائه کنن، کارشناسای شما ببینن، بررسی کنن که مثلا آیا این به نفع ما هست یا نیست. اولین کاری که شما بعد از رسیدن به قدرت انجام میدید، به سراسر دنیا اعلام میکنید کشور ما در حالت بحرانی است، کمک های بشردوستانتون رو ما میپذیریم با جان دل و نیاز داریم. این بین 10-15% در وهله اول، حالا ما میگیم 10% برای جامعه ما، اینا ارسال میشه، سریع ارسال میشه. تمام کشورها هم برای کمک بشردوستانه یک نوع قرض دادن هست به هم دیگه بر معروف، این اقدام خواهند کرد. یعنی بحران رو در وهله اول با این کار انجام میدید، میبندید. اما بعد برای دوم که شما با سر کار رسیدید، با توجه به رأی بالایی که آوردید، اعتبار جهانی کسب میکنید. و ما اینو خیلی خوب میدونیم، کسی کلنگ مو فقط به درش نمیزنه، کسی به شما به هیچ وجه تشکیلاتی فعلا موقت هست پول نخواهد داد. اما راهکار ساده و عملیش این هست که شما تقاضای کارهای استراری، کارهای ضروری به کشور میکنید، کارهای اساسی رو درخواست میکنید، کار اساسی مورد نیاز مردم هست، خلاصه مشخصه، گندم، آرد، گوشت، برنج و همچنین کالای اساسی هر کشور در حد حدودی است. شما تقاضای کالای اساسی میکنید از کشورهای مختلف با توجه به قیمتی که میدند، شرایطی که برای شما مهیا میشه، برای ما مهیا میکنند، این کالای اساسی رو 6 ماه به شما فایننس میدند. به اعتبار شما 6 ماه به شما فایننس میدند، 6 ماهی که قابل تمدید تا 1 سال هم هست. خب شما 6 ماه اگه مواد غذایی برسه و برای مردم توضیح بشه، سیستم توضیح هم باید سیستم خیلی مرتبی باشه، اینو برای صحبت خواهم کرد و خواهم گفت، راهکار هست همش. شما باید این نفسی بکشید، افتر کنید، مردم هم میان همراهی میکنن، مردم هم دیگه سختی های کشیدن، دیدن نون دونه اینقدر خوردن، این همه رو دیدن و نونی که باید بدون کیفیت، نون چیزی که قاطی میکنن، آردره قاطی میکنن، هست مشخصه. ولی شما 6 ماه تقاضای فایننس میکنید که
من به اعتبار پشتوانه کشورم هست، مردم هستن، نفت و گاز هست، این اون هست، برای 6 ماه شما تقاضای این محصولات دارم، به این توناژ، به این ظرفیت دارم و خدمت شما هستم با این درصد سودی که ما به شما میدیم. درصدش مشخصه، دنیای نرمی هست. برای کالای اساسی نرمش بین 3.5 تا 5.6% هست و اینو ما به شما پرداخت خواهیم کرد و 6 ماهی که قابل تا 1 سال قابل تمدید باشه. یعنی شما عملا 1 سال پولی خرج نکردید و کالای اساسی به مردم اومده. این یه آرامش به جامعه میده، یه آرامش تام به مردم میده. اینو شاز به شما به جرئت بگم، ما 99% محصولاتی نیاز کالای اساسی کشور تو کشور هست. 99%. اگه 1% هم نمیگم به خاطر بعضی مسائلی که دیگه ما رو عادت دادن به اونها. اما اگه شرکت های بخوام بیان وارد قضیه بشن، هزینه بکنن، 10 برابر هزینه با سود کنه. درسته میان تو کشور اشتغال زایی ایجاد میکنن، اما اشتغالی که پولش رو از خود مردم میگیرن، خرج خودشون میکنن. بین اشتغال زایی، بین کسی که کارآفرینی میکنه فرق میکنه. کارآفرین اول و آخر نگاهش به صادرات هست. ما تا صادرات نداشته باشیم، یه صادرات منسجم، یه صادرات با کیفیت، یه صادرات با کمیت اگه نداشته باشیم، هیچ جا نمیرسیم، به هیچ جا نمیرسیم، در جا بزنیم و فرو میره. این همه کاری که حکومت کرده. کارآفرین کسیست که در کشور خودش از شاگردی، از صفر، از زیر صفر شروع کرده تا به چیزایی رسیده که میاد چیکار میکنه، رو دست اونا که هستن میزنه، کمیت بالا میبره، کیفیت بالا میبره، قیمت پایین، و بعد داره صادرات درمیزی میکنه که صادرات خودش یه دانشگاه است. ما وقتی صادرات کردیم، هوای تازه تو کشور اومد، ما میتونیم نفس بکشیم. اگر در جازدان این کار که نمیکنم به هیچ جا نمیرسه. زمینی که نه از خود مردم میدوزم، به کشور دیگه هم میفروشم. مثلا میاد از محل اعتبارات ایران تو کشور مختلف استفاده میکنه، میاره تو بلاد ایران خواهی نمیکنه، مثلا به کشیری میده، به عراق میده، به کجا، به کجا، به کجا، به حوسیه و همسالا. ولی خب اینا دیگه همه تمام میشه. پس عزیز دل، از حرف من میدونم ناراحت نمیشید، شاید عصبانی بشید، تون صحبت مهم محمدی، ولی ما زمان نداریم و زمان نازناز کردن و تو رو خدا و جان من یا نداریم. آقا این شرکت ها اصلا یه چیزیه، باشه برای خودش باشه، اونا معذرت رضای خدا موش نمیگیرن، کلنگوف به قفلشون نمیزنن. پس ما باید بیایم کاری که میکنیم، اول از همه، دوم از همه، سوم از همه، بررسی تو کشور خودمون چه امکانات داریم ما بتونیم 6 ماه تا 1 سال وقت بگیریم به دوره کش جدید برسیم که خواهیم رسید. استان فارس و دو تا استان تمام ایران رو اینا چیکار میکنن، میتونن به ما مواد غذایی بدن، به خصوص گندم، گندم، گندم. من به جرئت به شما میگم برای ساخت تنورها و ساخت پخت نانهای جدید تو ایران حد اکثر 10 روز زمان نیازه که بسازن جدید، بسازن با بوسه، با تمام، با پوستش باشه گندم. این هم کمک زیادی میکنه به کیفیت، کمک زیادی میکنه به کم مصرف شدن دارو و خیلی مصرف دیگه. پس اینو میخوام بتونم، این در ایران توانه اینا همه هست، برای خیلی کشور دارن میسازن، ولی تو خود کشور از این حمایت نمیشه. پس کارآفرین کسیست که کاری میکنه که کارگر ما، نیروهای کاری ما، متخصصین ما، خدمت شما اصلا، تولید کننده ما، کشاورز ما، دامدار ما، یا هر چیز دیگه، حقوقش رو از کشورهای خارجی بگیره. یعنی اونها بخرند، حقوق اینا رو پرداخت کنند، باری برای دولت نباشند. این چی کارآفرین؟ کارآفرین محصولی که تولید میکنه باید 1 به 5 جواب بده. قاعده دنیاست، از قدیم الایام بوده و هست. یکی محصول خودش برداشت میکنه، یکی برای سال بعدش برداشت میکنه که باید بیمه باشه، یکی سودش هست، یکی برای مالیاتی حرف هست. این قاعده دنیاست، شک نکنه این هست و شدنی هم هست. و ما چون دیگه با توجه به رشد میدیا در دنیا و اطلاعات آگاهی ما در سر دنیا و پخش کردن مردم ایران در سر دنیا، اطلاعات خیلی از کشورها رو داریم. ما کافی رو ارگانیک کار بکنیم. به جرئت بهتون میگم بعد از 1 تا 2 سال حداکثر ما برای 20 سال میتونیم پیش فروش کنیم محصولاتمون، چون کمبود مردم دنیاست، اشکال مردم دنیاست، ضعف مردم دنیاست. مصرف دارو بیاد پایین، حالا مثلا یکی از چیزهای استراتژیک در کشور بحث دارو هست. به جرئت میشه گفت با یک تولید آب خوب، با توجه به محصولات خوب، با توجه به آرامش شدن به مردم،
مصرف داری ما به 10-15% خواهد رسید. توجه کردید؟ حالا به مرور که بگذاری این درصد پایین تر خواهد اومد. پس ما یک غذا عقل سالم در بدن سالم، عقل بدن سالم غذای سالم میخواد. اگه من صحبت رو براتون میکنم به دوستان میکنم، میخوام حیرت زده نشن، جوگیر نشن. هیچ کسی در دنیا برای منافع ما کار نخواهد کرد. اول منافع خودش، دوم منافع خودش، ای تتبسی برای منافع برد. اونایی که میان به شما تر صد روز نمیدن به طرفشون اعلام کنن من حاضرم برم صحبت کردم برای با هم دیگه بشینیم، شاید خیلی خوب باشه، من توقعت جورتون تعظیم میکنم. نمیدونم تر صد روز چی هست، اما هر چی بس بس باید اعتبار پشت باشه، باید پولی باشه پشتش، باید توانایی باشه پشتش، باید برنامه ارائه بدید، باید تر توجیه ارائه بدید، باید فیزیبل استدی ارائه بدید، باید تایم تیبل ارائه بدید، این همه باید باشه. اونا نمیم شما جلی هیچ چیزی بخوام بدن. پس اعتباری که شما در ایران و دنیا دارید با توجه پشتوانه مردمی که دارید، این برای شما باطن اعتبار است. و هیچ کار لوکسی کشور نیاز نیست، هیچ کار فانتزی نیاز نیست، هیچ کار فسفوت کشور نیاز نیست که اونها بخوان به شما بدن به صورت بسته‌بندی و فلان. مثلا در امارات بعد از اینکه یه خود رو اومد از آمریکا صبح به صبح، اول یک هفته بشه دو هفته یک رولتی بود دارم کالیفرنیا، از آمریکا میمد توی امارات پیاده میشد تا ظهر همش تموم شد. ما نیاز به اینا نداریم. ما بهترین قنداد دنیا رو داریم، بهترین آشپزای دنیا رو داریم، بهترین ها در همه رشته ها رو داریم، ولی خب متاسفانه قدر نمیدونستن و نمیدونن، ولی ما قدر میدونیم و همه از کار میگیریم ازشون. و اونا کسایی هستن که زندگیشون به چرخه زندگیشون رو میدن، شک نکنید اصلا، و باید بیایم اینها دریافت. اما یکی از معضلات بزرگی برای کشور ما هست که باید باش با بدن با شما صحبتی و مشاوراتون، بحث مسکن هست. این بالاترین معضل کشوره بعد از کالای اساسی که من معتقدم این نظر شخصی منه و هیچ دلیل نیست که پذیرفته بشه. باید یک سال اجاره بس بدیم، یک سال بیایم بگیم که نه اجاره بگیریم تا بتونیم یک راهکاری پیدا کنیم، راهکار اساسی، چون هم مستاجر ضرر میکنه هم مجر، اما بیشتر مجر ضرر میکنه تا مستاجر. چراشو بعدا خواهم گفت خدمتتون. این یک فاز بود. پس ما کارآفرینی میخوام بکنم تو کشور خودمون باشه، کارآفرینی کشور خودمون، بس صادرات داشته باشیم. اگر بخوام از جای واردات داشته باشیم، اون دیگه کارا برای صادرات چیز نداره، نه توجیه داره، نه راه داره، نه مفهوم داره، هیچ نیست. شرکت های دیگه بخوام با کار بکنن، ما نمیتونیم، نمیخوایم، ما خودمون بلدیم کارا رو بکنیم. ما صد تا اونا رو به جرئت میام درس میدیم. ما در صد دنیا آدم بودیم، من شاه زدیم، من چی میکنم اگر موافق بودیم دو نفر، سه نفر، یه نفر تو آمریکا معرفی کنم به گروه کارگروهتون، من خونه تو بفهمم که کجای کار بانی هفت سنش هم بالاست. این آقا من خیلی را درست دارم کار بوده. پس بیایم و یک خورده با تعمق کار کنیم تا کارمون جواب بده و به جایی برسیم که حقمون هست، مردم و حقشون هست. مردم میسازن خودشون با شما، هماهنگ میکنن با شما. مردم هم مردم مثلا زمان جنگ ماشین زیر پاشو برد داد، پس نمیشه بگی نیستن، ذات انسان همونه. در نتیجه خواهش میکنم من نمیدونم این تر احساسی یا غیر احساسی، اما این صد روزه گفتنش یه خورده ای خلاصه به عقل من ناقص، عقل من ناقص نمیرسه. بعد مرجعی مثلا با صحبت خواهم کرد، یک کلیپ دیگه رو اخبار روز مثلا روز خواهم گذاشت و خدمت شما عرض کنم که از اوضاع اول پیش اومده میگم و فرار خامنه‌ای و افسانه خواهم گفت براتون. اما بخش اقتصاد دوست شازده عزیز، بیایید و درست عمل کنید تحت نظر کسی که نظر داده و این راه کار هست و اونها برای منافع خودشون کار میکنن. اینا بچه ساده‌ای هستن، قبول کنید. دیگه تر صد روزه کشور نمیره، صد روزه نمیشه. تر صد روزه چیزی که خام هست، یعنی سریعنی کاری بکنن، از اعتبار شما استفاده بکنن. ببینید مثلا شما یک تر صد روزه، اینا پول خرج شده، غیر از اینه کی میخواد کانفرم کنه؟ قانون میخواد، تشکیلات میخواد، برنامه‌بودجه میخواد. برنامه‌بودجه باید اینا برنامه‌ریزی کنه، بده وزارت دارایی، بدن بانک مرکزی، بدن مجلس، چون کانفرم کردن این مبالغ شوخی نیست. ولی اون اعتبار شما بالاترین اعتبار هست، برای با کانفرم با همون حرف صحبت نکردم زمان میبره. و ما میتونیم در شرایطی بازار تشنه مشتری هست، بازار مشکل داره، ما هم در دنیا شاطر هستیم، از این بهره برداری نهایی رو بکنیم، بهره برداری قایی رو بکنیم و مردم بدونن که
یک مدیریت قدیم بارش هسته و تحت تاثیر این اون قرار نمیگیره که بخوان فلان برند بیارن، فلان برند بیارن، فلان سی. نه، ما از نظر ماشین در دنیا بی نیاز خواهیم بود، شک نکن در این قصه. از نظر کارآفرین بی نیاز خواهیم بود، در داریم اینقدر کارآفرین که اصلا باورت نمیشه در همه رشته ها. بعد بیام اهم فل اهم میکنیم که کدوم که اول، کدوم دوم. پس اینها رو ما باید در نظر بگیریم و تا کلیپ بعدی ایام میخوام روز بنا خوش.